بسم الله الرحمن الرحیم. د تیر بحثونو په تسلسل کې نن بیا مو استاد محترم ته زحمت ورکړی دی. اول خو د تیر بحثونو په اړه باندې پرې مننه کوو چې دای په فعاله ونډه یې موږ په آن ټایم باندې براتلله، او دې بحث دپاره پوره آمادګي سره، او دای نه پوهېږم څو ساعته نور هم مخکې آمادګي نیسي د دې بحث دپاره. ډېره زیاته مننه پرې کوو چې دای دا خپل قیمتي وخت او خپل قیمتي معلومات مو سره شریکوي. د تیرو بحثونو په تسلسل باندې نن بیا هم په اقوامو باندې بحث دی. نن بحث زموږ په د افغانستان په هزاره محترم قوم او په ازبک محترم قوم باندې دی. بحث کاملا علمي دی، هیڅ نوه سیاسي او هغه بڼه نه لري. نو د تاسو که خوښه وي استاد محترم ته به هغه ورکړو مایک وسپارو تر څو د خپل بحث را شروع کړي. استاد محترم طول داوریدین کی دوستای محترم سلام عرض میکنم. به سلسله بحثای گذشته امروز راجع به هزاره ها و ترک تبارا در معرفی اقوام عمده افغانستان صحبت میکنیم. من ایره به زبان دری صحبت میکنم چون شنونده ها و بیننده های بیشتر را می خواهیم از اقوام هزاره و ترک تبارا این اشتراک کنند یا این را بشنوند در یوتیوب یا فیسبوک، و اگر انتقادات دارند یا نظریات دارند اصلاحات دارند او را مطرح کنند که ما را در نظر بگیریم، و امیدوارستم که معلومات کافی و مفید برای همه باشه. اما قسمی که محترم اکبری صاحب لطف کردن گفتن ای کوشش کردیم ما که این بحث کاملا علمی باشه، متکی به اساسات تاریخی، متکی به حقایق تاریخی، متکی به حقایق علمی از لحاظ انسان شناسی، جامعه شناسی و علم دموگرافی باشه، تا ما بتونیم بیشتر راجع به اقوام افغانستان معلومات کسب کنیم. هدف ما از صحبت ها ایست که ما هرچی بیشتر راجع به اقوام شریف افغانستان بدانیم. ما بسیار مردم کم میفهمند. متاسفانه در بحث های گذشته وقتی که من انتقادات می بینم، مثلا راجع به تاجیکا ما بسیار زحمت کشیده بودم که بحث بسیار علمی باشه، هیچ موضوع قومیگری یا به اصطلاح تضاد قومی در اوج مطرح نشه، اما ما هیچ انتقاد یا پیشنهاد یا نظر سازنده از هموطنهای تاجیک خود نخواندم یا نشنیدم، یا فقط با یک اتیتود یا با یک فکر بسیار چی بگویم غیر سالم به بحث اشتراک میکنن و هدفشان فقط ایست که اخلال کنن. امیدوارستم این کار امروز نشه. اگر ما کدام اشتباهی کنیم ایره بر من بگوین، من خوشحال میشم که اصلاح کنم، ایره گفته شوه. اگر نظر متفاوت دارین ایره بر من بگوین که همه بشنون که این نظر نیتونست، برای اینکه این مسائل مانند علم فیزیک یا علم بیولوژی یا کیمیا نیست که 100% چیزی که گفته میشه او درست است، بلکه چیزی که گفته میشه فقط یک نوع برداشت از پدیده هایست که در جامعه وجود داره، و یک نوع برداشت از حقایق تاریخی است، یک نوع برداشت از مسائل دیگه است. شاید برداشت های متفاوت و بهتری یا مختلفی وجود داشته باشه که آدم باید بشنوه. خب با این مقدمه بحث شروع میکنیم. امروز 12 دسامبر است و این بحث ما راجع به اول من از هزاره ها شروع میکنم. هزاره ها که در ایران به آنها بربری و خاوری نیز میگویند، در حدود 9-12% نفوس افغانستان را تشکیل میدند. با تن آنها ولایات بامیان، غور، دایکندی و غزنی میباشد. به همین دلیل در گذشته ها مناطق مرکزی افغانستان را هزارجات نیز میگفتند. از یک جانب انزوا، عدم موجودیت منابع اقتصادی و تجارتی، عدم موجودیت راه‌های مناسب مواصلاتی و در نتیجه عدم تعاملات گسترده با سایر مناطق کشور
سبب عقب ماندگی تاریخی این مناطق شده است. از جانب دیگر در افغانستان هزاره ها که برای قرنها در آنجا زندگی می کردند از دو نظر یک اقلیت هستند. مذهب آنها با مذهب بیشتر مردم افغانستان متفاوت است، چون اکثر مردم افغانستان سنی مذهب حنفی هستند، در حالی که هزاره ها شیعه مذهب هستند. همچنان ظاهر هزاره ها نیز با سایر مردم افغانستان متفاوت است، از لحاظ فیزیکی، از لحاظ ساختمان بدنی. این عوامل در انکشاف هزاره ها و نقش آنها در جامعه تأثیر بسزایی در طول تاریخ داشته است. اما در 18 سال گذشته، در 20 سال گذشته، به تدریج هزاره ها نقش مهمی در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان ایفا نمودند و نفوذ آنها به شهرهای بزرگ مانند کابل، مزار شریف و هرات گسترش یافته است. بنابر موجودیت فضای مناسب فرهنگی در جامعه هزاره، امکانات سهمگیری زنان و دختران هزاره در مکاتب و موسسات تعلیمی و موسسات تعلیمات عالی روز به روز چشمگیر شده می رفت که آینده درخشان را گواهی می داد. امیدوار استم این شرایط باز ایجاد شد. خب، منشأ نژادی هزاره ها کدام است؟ در میان مردم عامه در افغانستان و سایر کشورها، هزاره ها منشأ مغولی داشته، از بازماندگان لشکرهای هزار نفری که به نام منگان در زبان مغولی یاد می شدند و در زمان حمله چنگیزخان مغول و تخریب بامیان در اخیر سال 1221 میلادی در مناطق کوهستانی مرکزی افغانستان که نظر به دورافتادگی و تجرید از سایر مردم، خصوصیات نژادی خود را در طول قرن‌ها حفظ کردند. هزاره در زبان دری به معنی گروه هزار نفری معنی می‌دهد. به یقین که ظاهر و ساختمان فیزیکی بدن هزاره‌ها به این برداشت قوت می‌بخشد. با وجود آنکه اشخاص مانند محمد محقق بنابر ملاحظات سیاسی با این نظر موافق نیستند، ای که هزاره ها منشأ مغولی دارند با این موافق نیستند، اما این برداشت را در گذشته ها ارتباط یا نسبت دادن به قوم مغول یا به منشأ مغولی برای اکثر هزاره ها افتخار قومی و مشروعیت سیاسی بود. حتی تعدادی از نویسندگان و محققین هزاره نیز این برداشت را پذیرفتند که هزاره ها منشأ مغولی دارند. این اشخاص منو میگیرم مانند افضل ارزگانی، یونس طغیان، عزیز طغیان، حسن فولادی، عیسی غرجستانی، حسن علی یزدانی، سید اسکر موسوی و گروه ازرگون هزاره که در کویته مستقر هستند. یا به می نظر هستند که همون قسمی که در عامه مردم در افغانستان و در پاکستان و در ایران معروف است که هزاره ها منشأ مغولی دارند، ایره امی اشخاص هم در نوشته‌های تحقیقی خود قبول کردند. متاسفانه در مورد منشأ نژادی اقوام هزاره تحقیقات لازم صورت نگرفته است. در آثار تحقیقی دست داشته هم توافق نظر لازم در مورد موجود نیست. در این مورد آقای سید محمد رضا علوی که خودش هزاره است، در وبسایت سادات افغان به تاریخ 16 هوت سال 1391 می نویسد که آنهایی که ادعای تحقیق در مورد تبار و نژاد هزاره دارند، امروز این وضع نابسامان را سر هزاره ها آوردند. الف، هزاره از نسل مغل است. اشخاص که را گفتن من پیشتر نام گرفتم، محمد افضل ارزگانی، یونس طغیان، عزیز طغیان، حسن فولادی، عیسی غرجستانی، حسن علی یزدانی، سید اسکر موسوی و گروه ازرگون در کویته. ب، هزاره تیره از ترک است.
کسایی که این نظر در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدن مانند اکبرخان نرگس، ناصر داودی، اسدالله والواجی، سیرت طالقانی، بصیر احمد دولت آبادی و غالب هزاره های سمت شمال که در مجاورت ازبک ها زندگی می کنند. جیم هزاره اصلا از نژاد آریایی است. علی محمد افتخار ورسی یعنی که آریانپور هم تخلص میکنه، فاضل کیانی جاغوری، شوکت علی محمد جاغوری، چمن علی گرشستانی و غالب هزاره پژوهان مناطق مرکزی افغانستان به امی باور هستند که هزاره اصل نژاد آریایی داره. اما بعضی ها میگن که خب چگونه میتونه آریایی باشه در حالی که از لحاظ فیزیکی با آریایی تباران متفاوت است؟ به صورت گروه دیگه میگن که هزاره مرکب از ترک و تاجک است. در این نظر شیخ نظر علی موحدی کیسوی که خود شخصا تاجک است در ارجوزه با عنوان قصیده افغانستان ایران نشته کرد. در این مورد نظریات بسیار زیاد و متناقض ابراز شده است. علی نجفی در کتاب افغانستان رنگین کمان اقوام حدود 10 نسبت قومی برای هزاره میشمارد و احتمال غالب میدهد که هزاره از اقوام تبتی باشد. مانند اقوام تبتی در نواحی لاداخ کشمیر، اسکاردو و بالتستان در پاکستان. بالتستان در شمال چترال است که هم سرحد با چین است. آن مردمان شباهت‌های بسیار نزدیک با هزارهای افغانستان دارند. به هر صورت، هیچ یک از این نظریات به اثبات نرسیده است. و هیچ کدام اساس محکم علمی نداشتند، بلکه فقط از روی احساسات ذوقی بی اعتبار و بعضا انحرافی می باشند. سوال میشه که آیا می توان یک حکم را بر همه گروه های قوم هزاره جاری کرد؟ لازم بود گروه های هزاره را جدا جدا بررسی کرده گفته شود این تیره ترک است، آن تیره مغول است، این یکی تاجک است و این هم بیات است و آن هم ترکمن. بعضی نویسندگان هزاره سوالات آتی را در مورد منشأ خود مطرح کردند. آیا هزارها از ساکنین بومی این سرزمین هستند؟ کدام تیره هزارگی بومی است و کدام مهاجر یا برده؟ اگر هزاره ها بومی هستند، چرا شهر و تمدن هزارگی ندارند؟ چرا زبان، ادبیات و صنایع هزارگی موجود نیست؟ گرشستانی در جزوه های منتشره تحت عنوان ضرورت شناخت هویت ملی و تاریخی جامعه هزاره می نویسد که تماما از گمشدگی انسان هزاره سخن می گوید. مطالب خیلی مفصل و صریح است. از جمله در شماره سوم چنین می نویسد در این کتاب، در این مقاله، اندیشیدن درباره این که ما کی بوده ایم، در کجا حیات اجتماعی و سیاسی داشته ایم، اکنون کی هستیم و چرا به این روز و حال اسف بار گرفتار آمده ایم، اندیشیدن درباره خیشتن خود، درباره خیشتن ملی و تاریخی، درباره هویت و شخصیت فرهنگی و درباره ریشه ها، نشانه ها، علامت ها، نمات ها و سمبول ها از روزگار کهن انسان هزاره، اندیشیدن درباره این که اجداد و نیاکان جامعه که امروز به نام هزاره شناخته می شود کیها بودند. رضا علوی می نویسد که پیدا است که هیچ یک از این نظریات پایه محکم علمی ندارد و جامعه هزاره را راضی نکرده است، زیرا مستند و متکی بر اسناد و مدارک نیست. هر کدام معجونی است از یک رشته تمایلات شخصی، عاطفی و مصلحتی که برگشت همگی به ظواهر و یا چند فقط لفظ مشترک است.
آن هم الفاظ و اسامی که از خود صاحب دارند. سید محمد رضای علوی در مجله اینترنتی سادات افغان در سال 1391 نشر شده. خب ببینیم که علم ژنتیک چی میگه. زمان محمد محقق پرسیده بود که آیا مطالعه دینی شده که هزارها را از نژاد مغولی میپندارند؟ چند سال پیش ایره محمد محقق گفت. اتفاقا پوهنتون آکسفورد انگلستان به این سوال محمد محقق پاسخ داد. نتیجه مطالعات دینی پوهنتون مسئول که تحت سرپرستی پروفسور سایمون مایرز انجام یافت و نتایج آن در سال 2016 در لندن نشر شد، شباهت‌های ژنتیکی هزارها و بعضی ترک‌ها را با مغول‌ها نشان داد و زمان یکجا شدن ژن‌ها را با زمان حمله و مهاجرت مغول‌ها در قرن 13 ثابت کرد. همچنین شباهت‌های ژنتیکی کلاش‌های شمال غرب پاکستان را با مردم مقدونیه و زمان حمله اسکندر و ایجاد دولت‌های یونان و باختری در شمال افغانستان و در آریانای باستان تثبیت کرد. همچنان شباهت‌های ژن‌های ایرانی‌ها را با مردم ترکیه نشان داد. در این مطالعه 95 گروه نفوس در سراسر دنیا مورد مطالعه قرار گرفته بودند. از جمله هزاره‌های پاکستان، پتان‌های پاکستان، کلاش‌های شمال پاکستان، ایرانی‌ها، ترکا، مردم مغولستان، انگلیسی ها، چینایی ها و غیره نیز شامل بودند. علاوه بر آن، مطالعات متعدد ژنتیکی منشأ مغولی، منشأ مغولی، ویغور، قزاق و ترکی از هزاره‌های افغانستان و پاکستان را ثابت کرده است. من اینجا چندین رفرنس در اینجا دارم که من وقتی را نشر میکنم متن چاپی از ایره در این رفرنس ها در وجود داره. رفرنس ها به انگلیسی است و ایره دوستان میتونن تعقیب کنن. حداقل اینجا من 5 رفرنس از 5 کتاب و مقاله علمی در سطح بین المللی در ژورنال های بین المللی دارم که دوستان میتونن بخونن. بیایی ببینیم که شواهد تاریخی چی میگه. شواهد تاریخی نشان میدهد که چنگیز خان در تعقیب شاهزاده جلال الدین خوارزمی که در پروان قوای مغولی را شکست داده بود به بامیان رسید. بعد از تخریب آن برای تعدیب او به تعقیب جلال الدین ادامه داده جانب پروان رفت. اما چنگیز خان از خود کدام فرقی منگان یا که ما قبلا گفتیم در زبان مغولی هزار گروپ هزار منگان میگن یا هزار نفر را در آنجا به جا نگذاشت. چنگیز خان قسمت اعظم سال 1222 را در افغانستان سپری کرد. البته حملهش بالای بامیان در سال یک سال پیش بود، در 1221 بود، در سال در ماه آخرش. قسمت اعظم سال 1222 را در افغانستان سپری کرده به تعقیب جلال الدین خوارزمی حتی به هندستان قوا فرستاد و خود مصروف سرکوب قیام‌های محلی در افغانستان. در اون زمان البته افغانستان نمی‌گفتن، در اون زمان قسمت های غربی خراسان بود، قسمت های جنوبی هم منامای سیستان و کابلستان یاد می شد. گروه های خب و خود مصروف قیام های محلی بود. متعاقبا چنگیز خان گروه های محلی وفادار به خود را برای اداره خراسان گماشته خود به جانب مغولستان رفته، خراسان را به مانند یک منطقه حائل با فتوحات خود در شمال مبدل کرد. پس این قصه باقی ماندن یک فرقه هزار نفری مغولی در مناطق مرکزی افغانستان از کدام ریشه آب می‌خورد؟ واقعیت آن است که در قرون متعاقب بسیاری از
بسیاری از گروه ها و حکام محلی در تمام سرزمین های مقبوضی مغول ها برای کسب مشروعیت سیاسی شجره خود را به چنگیز خان و اولاده او نسبت می دادند. مانند امیر تیمور گرگانی و ظهیرالدین محمد بابر. همچنان تعداد تمام فوتوحات مغولی را به چنگیز خان و اولاده او نسبت می دهند. در حالی که فوتوحات مغولی برای دهه ها و قرون بعدی توسط ترک تباران ادامه یافت. در این زمینه میتوان از ارتباط مملوک و هزاره یادآوری کرد. سرزمین افغانستان امروزی و شمول هزارجات در دهه های 1230 و 1240 میلادی شامل قلمروهای تحت حاکمیت مغولی زیر قماندانی جنرال دایر منگنو و حکومت تورمکون قرار داشت. زیر حکومت تورمکون اکثریت ایران امروزی جزء قلمروهای مغولی گردید. فرقه های منگنوی مغولی جنرال دایر سالها در مناطقی که شامل ایران، افغانستان و پاکستان امروزی است مشغول عملیات جنگی بوده، سبب امتزاج دینی آنها با نفوذ محلی گردید. در دهه‌های 50 و 60 قرن 13 میلادی امواج تازه قوای مغولی به این مناطق زیر قیادت هلاکو خان سرازیر شدن. خب این زمان است که امپراتوری مغولی به چهار خانشین منقسم گردیده بود. خانشین مغولی چختایی در شرق که خود اون مغولستان و چین در بر میگرفت. در آسیای میانه چختای خان که از سمرقند یا حکومت میکردن، تمام مناطق آسیای مرکزی را در اختیار داشت. هلاکو خان در ایران دودمان ایلخانانه که بسیار معروف است در تاریخ ایران ایره ایجاد کرده بودن. و در شمال قفقاز و روسیه برقه خان به نام گولدن هورد که پسر کاکای هلاکو خان بود حکومت میکرد. هلاکو پسر خود چنگیز خان بود. بزودی این دو در قفقاز با هم دیگر مصروف جنگ شدند. یکی از این فرقه های هلاکو خان زیر قیادت جنرال نیگودر از سایر قوای هلاکو جدا شده به افغانستان می رود و مستقلانه از هلاکو عمل می کند و حتی با قوای ایلخانان در ایران حمله می کردند بعض وقتا و همچنان بالا هندوستان حمله میکردن. اینها به نام نگودری ها یا قرعون ها معروف شدند. در سالهای 1290 امیال فکر میکنم نگودری یکی از اقوام هزاره، یکی از کیله های هزاره در افغانستان است. در سالهای 1290 امینی گودیره ها یا قرعون ها در سالهای 1290 زیر کنترل چغتای خان که سمرقند حکومت میکرد قرار گرفتند. امیر قضا خان که در سالهای 1347 تا 1358 میلادی در آسیای میانه حکومت میکرد و سلطان غیاث الدین تغلق که در سالهای 1321 تا 1325 میلادی سلطنت تغلق دهلی را هندوستان تشکیل کرد. گفته میشه که یا از بازماندگان امی نگودری ها یا قرعوها می باشند. چرا به نام قرعوها معروف شدن؟ برای از این که آنها ترکیب از نژاد مغولی و محلی بودن، مغولی و ترک مخصوصا، چون قره در ترکی مغولی رنگ سیاه را میگن. بدین گونه موجودیت متواتر افراد مغول ترک نژاد در طول قرنهای 13 تا 16 میلادی، یعنی 300 سال بعد از حمله چنگیز خان به بامیان در مناطق مرکزی افغانستان، منشأ دموگرافیکی و تاریخی هزارها را در افغانستان روشن میکنه.
اما باید توجه داشت که این منشأ مغولی خالص نبوده، بلکه ترکیبی از مغولی و ترک تبار می باشد. اما سوالی است که اگر هزارها مغولی باشند، چرا زبان آنها مغولی و یا بسته به آن نیست؟ باید به خاطر داشت که زبان اداری و مکاتباتی سلطنت های ایلخانان به مرکز تبریز در اینان موزی، تیموری ها به مرکز سمرقند به مرکزیت سمرقند و شاهرخ میرزا پسر امیر تیمور در هرات متعاقبا حاکمت صفوی در جوار هزارجات، همه زبان فارسی دری را به ایس زبان اداری خود و زبان مملکتی خود استفاده میکنند. مردم هزارجات در مسیر راه ترانزیتی و تجارتی هرات، غور، غزنی، کابل ناگزیر در اثر ای ارتباط متداوم، هزارها در طول چند قرن با مردمان محلی در این زبان در این مناطق در رابطه بودند و به تدریج زبان مغولی ترکی خود را از دست دادند. همون طوری که مثالایش داریم در تاریخ که پشتونهای ابدالی ساکن هرات و پشتونهای ابدالی ساکن کابل زبان پشتو را از دست دادند. بنابراین میتونیم این فرضیه را قبول کنیم که هزارها چون مدت طولانی تری در ارتباط بودن با در میان دری زبان ها، یا طبیعی است که زبان اصلی خود را از دست میدن. هزاره زبان خود را که تعداد آن را هزارگی و یک زبان مستقل مینامند، یعنی خود زبان خود هزارگی میگن و او را یک زبان مستقل میگن. حتی در استرالیا با حکومت استرالیا را متقاعد ساختن که برشون یک پنل زبان هزارگی در ناتی بتند. ناتی اداره National Authority for Accreditation of Interpreters and Translators در استرالیا است. من یک وقت رئیس پنل زبان دری بودم برای 10 سال در استرالیا. خب، اما واقعی است که زبان هزارگی از زبان دری تاجیکا آریت گرفته شده و یکی از لهجه های محلی زبان دری، مانند لهجه کابلی، لهجه چاریکاری، لهجه بدخشی، لهجه ایراتی، همچنین میتونیم گفته لهجه هزارگی شناخته میشه. اما عدم موجودیت ادبیات هزارگی در واقع سبب عدم انکشاف فرهنگ خاص هزارگی شده است. تعدادی از درس خوانده های هزاره میکوشند هویت ژنتیکی گذشته، هویت ژنتیکی خود و یا گذشته تاریخی و اجدادی خود را در تاریخ مدفون کرده، هویت تازه برای خود بتراشند. یک هویت جعلی خراسانی و آریایی که حتی طرف تمسخر دانشمندان ایرانی از عقب صفحات تلویزیون های ایرانی قرار گرفته است. حتی کار به جایی رسیده است که امروز اگر کسی اصل و نسب یک فرد هزاره را مغولی بگوید، مانند این است که به او توهین کرده باشد. در حالی که درست 411 سال قبل وقت ظهور دین بابر در کابل بود و هزاره های مقیم هزارجات را معرفی می کرد، در کتاب بابرنامه نوشته کرده بود که اکثر مردم هزاره هنوز هم از زبان و اصطلاحات مغولی استفاده می کنند. این کتاب مدارم از ترجمه انگلیسی است توسط انت سوزانا که در 1922 در لندن چاپ شده. از اصل او ترجمه انگلیسی هم از اصل متن ترکی بابرنامه است، چون بابرنامه به زبان ترکی نوشته شده بود، بعد آن در هند به فارسی ترجمه شد و به زبان دیگه. باید به خاطر داشت که بابر خودش از قوم مغولی برلاس بود و زبان بومی خود خاطرات خود را در بابرنامه نوشته کرده بود و با افتخار از اصل و نسب مغولی خود که بزرگترین امپراتوری خوشکر را در جهان ایجاد کردن یادآوری میکرد. یعنی 411 سال پیش وقتی که بابر با مردم هزاره مقابل میشه، چون چندین جنگ با هزاره ها کرد بابر،
این متوجه میشه که کلمات مغولی در زبانشون است. خب نفوس هزاره ها چگونه است به تناسب نفوس مجموع افغانستان؟ یک برادر هزاره ما به نام دورندش از من در فیسبوک سوال کرد که آیا قتل عام 6 میلیون انسان هزاره را به دست عبدالرحمن خان عبدالرحمن البته خانو نگفته به دست عبدالرحمن محکوم کردی؟ جوابی بود که صرف نظر از این که من بارها در نوشته های خود از تجاوزایی که بالای قوم هزاره در آن زمان صورت گرفته بود انتقاد کردم، این سوال آقای دورندش لازم به دقت است. بیایید با هم حساب کنیم که تعداد واقعی هزاره ها چند نفر است و چند نفر در زمان امیر عبدالرحمن خان به قتل رسیدن. چون ای آقا میگه که 6 میلیون انسان هزاره در زمان عبدالرحمن خان کشته شد. خب زمان عبدالرحمن خان کدام سال بود؟ 130 سال پیش بود. اگر 130 سال قبل 6 میلیون هزاره که اون میگه 60% نفوس هزاره بود و ما باید بالای 6 میلیون 40% دیگر هم پتیم که همون نفوس 100% هزاره در 130 سال پیش معلوم شود. یعنی در اون صورت نفوس هزاره در اون زمان باید 10 میلیون بوده باشه. ای یعنی کدام سال است؟ سال 1890 است. یعنی تنها نفوس هزاره ها اگر در اونجا 10 میلیون نفر بوده باشه، باید تمام نفوس افغانستان در اون زمان چند بود؟ اگر فرض کنیم هزاره ها 10% نفوس را تشکیل می دادن، به این حساب تمام نفوس افغانستان در وقت عبدالرحمن خان یا 130 سال قبل باید 100 میلیون نفر بوده باشه. با این حساب با توجه به رشد سالانه 2% نفوس بعد در طول 130 سال گذشته، نفوس افغانستان باید امروز 1.3 میلیارد نفر می بود، یعنی به اندازه نفوس چین یا نفوس هندوستان. خب معلوم است که این از واقعیت کاملا بدور است. باید قبول کنیم که با این حساب کشته شدن 6 میلیون هزاره توسط عبدالرحمن خان به حساب ریاضی درست نمی آید. در جای دیگر آقای دورندش نفوس امروزی هزاره ها را در افغانستان 8 میلیون تخمین می کند و می گوید که عبدالرحمن خان 64% هزاره ها را قتل عام کرده. خب بیاین این را ارزیابی کنیم. اگر نفوس امروزی هزاره ها 8 میلیون باشد، با این حساب اگر قتل امیر عبدالرحمن خان نمی بود، یعنی ما 60% نفوس هم اگر بالای 8 میلیون پرتیم که 100% شود، امروز نفوس هزاره ها باید به 22 میلیون و 200 هزار نفر می رسید. هرگاه این درست باشد، در آن صورت تمام نفوس هزاره ها 130 سال قبل باید 1,650,000 نفر بوده باشد. و بر اساس، یعنی اگر ما بگیم هزاره ها امسال 8 میلیون هستند و 60% از یار عبدالرحمن خان کشته و 60% سرشان پرتیم، ایر پس ریورس سروایف کنیم، به 130 سال قبل نفوس هزاره ها در اون سال 130 سال پیش می شد به 1,650,000 نفر، که به این اساس تمام نفوس افغانستان در 130 سال قبل باید 16.5 میلیون نفر می بود، که با این حساب با رشد سالانه 2% نفوس در 130 سال گذشته، این نفوس رشد سالانه نفوس افغانستان امروزی در حدود 221 میلیون نفر یا بیشتر از نفوس پاکستان و ایران که یک جای کنین می بود.
طوری که می دیده میشه احصایه های قتل عام 60% نفوس هزارها توسط عبدالرحمن خان 130 سال قبل با منطق ریاضی و با منطق علم نفوس ثابت نمیشه، صحیح هم معلوم نمیشه و بسیار مبالغه‌ای میز معلوم میشه. حداقل 6.5 چند دور از واقعیت است و مبالغه گویی شده. این حسابه را از من قبول کنین، چون من در علم دموگرافی از پوانتونی ملی استرالیا دکترا دارم و در ظرف 27 سال گذشته در دولت استرالیا در مقامات بالا در این رشته کار کردیم و صدها مقاله و کتاب در این قسمت چاپ شده از من تا که از طریق موسسات مختلف استرالیا چاپ شدن. بنابراین چیزی که من راجع به نفوس میگم میفهمم که چی میگم و نمیخواهیم هم که در اینجا مبالغه گویی کنم. فقط ارقام را که داده شده امیر احمد بر روی کاغذ لاز علم ریاضی و احصایه و دموگرافی میارم میگذارم که ببینیم چی از اون میبره. خب ببینیم که واقعیت چیست. بهترین تخمین ها تعداد نفوس افغانستان را در سال 1890 یا سال امارت عبدالرحمن خان 5 میلیون نفر حساب میکنند که با تعداد 35 میلیون نفر 130 سال بعد مطابقت دارد. این تخمین 5 میلیون نفر در زمانی که مونستوارت الفنستن در سال 1809 به دربار شاشجا به پشاور رفت، پایتخت زمستانی افغانستان، و یک هیئت 200 نفره داشت که در او یک گارد تشریفاتی هم داشت و متخصصین نفوس بود، بینش نفوس ریاضی بود و زراعت بود و جغرافیه بود و غیره. نقشه افغانستان هم ترسیم کردن. در اون جوا حساب میکنن که نفوس افغانستان به اصطلاح کشور عبدالی با فتوحاتی که تا کشمیر داشت و تا به نیشاپور داشت خود در حدود 13 میلیون نفر بود. اما اگر ما این ارقام او مناطق را که بعد از مایده دیورند از افغانستان جدا شد او را پس کنیم، این 5 میلیون میمانه، 4.95 میلیون نفر، در حقیقت در حدود 5 میلیون نفر نفوس افغانستان در سال حکومت امیر عبدالرحمن خان حساب میشه. خب هرگونه تمام نفوس افغانستان در سال 1890 میلادی 5 میلیون بوده باشد، تعداد نفوس هزارها در آن سال 500 هزار نفر خواهد بود که قتل عام و بیجا شدن 9.4% این تعداد در حملات عبدالرحمن خان معادل 45 هزار نفر خواهد بود. با آنکه با احصایه‌های تعداد سربازان و ملیشیای قومی آن زمان دولت بسیار مبالغه‌آمیز می شود، اما یک مصیبت بزرگ است هنوزم. یعنی اگر ما 45 هزار هزاره در اون زمان کشته شده باشند در جنگ های امیر عبدالرحمن خان، یعنی در اونجا سه جنگ واقع شد بین امیر عبدالرحمن خان و قوام هزاره که عبدالرحمن خان یه در کتاب خود که من این کتاب دارم در اینجا به بسیار تفصیل نشته میکنه و میگه که دو بار ما با متارکه کردیم، دو بار قوای از حکومت مرکزی را پس کردیم، برای اینکه حکومت مرکزی میخواست حاکمیت حکومت مرکزی را بر مناطق مرکزی افغانستان قائم کنه، اما هزارها نمیخواستن و دفعه سوم هزارها استقلال اعلان کرده بودن از خود از حکومت مرکزی افغانستان و یک حکومت خودمختار برای خود اعلان کرد. در کتاب عبدالرحمن خانی مطلب است و در وقت مجبور میشه که بعضی ملیشه‌های قومی را بیاره اینجا بر ضد هزاره ها، که این یک اشتباه بزرگ بود و این سبب تجاوزات بسیار زیاد بالای قوم هزاره شد که بعدا پسر عبدالرحمن خان امیر حبیب الله خان از قوم هزاره معذرت خواست رسما و از وا دعوت کرد که دوباره به مناطق خود بیاین و زمین های خشان پس برشون داد. خب هزارها تا اینجا کافی بود. بعدا اگر دوستا سوال داشته باشن یاداش کنن بعدا به او جواب میدیم. خب
بحث دوم امروز ما که در حقیقت بحث چهارم سلسله معرفی اقوام افغانستان است، زیر نام ترک تباران افغانستان است. ترک ها و یا ترک تباران، یعنی یک دفعه ترک به تی ری کاف نوشته میشه، یک دفعه یک تعداد هم به تی واو ری کاف نوشته میکنه، ترک نوشته میکنه، هر دوش سیست. ترک ها و یا ترک تباران یکی از اقوام بزرگ و ساکنین تاریخی افغانستان به حساب میرن. خب عرض کردم که ازبک ها و ترکمن ها بخش عمده ترک تباران نفوس افغانستان رو تشکیل داده، در حالی که تعدادی من جمله مونستوار الفنستن در کتاب گزارش سلطنت کابل که در 1810 نوشته بود، هزاره ها و مغول ها را هم در جمله ترک تباران شامل میکنند. قرقیز ها، قزلباش ها، ایماق ها، ویغور ها و بیات ها نیز در جمله اقوام ترک تبار شامل می باشند. ازبک ها و ترکمن ها در حدود 9-12% نفوس افغانستان را می سازند. اکثریت نفوس ترک تباران از شمال شرق تا شمال غرب کشور، یعنی از بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، جوزجان و فاریاب، این ولایات وطن اصلی از واسط که در وطن اصلیشان در افغانستان است. در ولایت های بادغیس، هرات، کابل و سایر مناطق نیز کتله های کوچک ترک تباران زندگی میکنند. منشأ نژادی و تاریخی ترک تباران چگونه است؟ معلومات باستانشناسی و دینه، یعنی علم ژنتیک، مبنی بر آن است که ترک ها که مردمان زراعت پیشه بودند در هزاره سوم قبل از میلاد از شمال شرق چین وارد منگولیا شده و از آنجا شیوه زندگی مالداری و چرا را اختیار کردند و در جستجوی چراگاه های بهتر به تدریج تا 2000 سال بعدی به جانب آسیای میانه و جنوب آسیا مهاجرت کردند و این سرزمین ها به وطن ترک تباران مبدل کردی، یعنی آسیای میانه، که مردم امروز ترک ها شامل ویغور ها در ایالت سینکیانگ چینگ، قرقیز ها، قزاق ها، ازبک ها، هزاره ها و ترکمن ها هستند. آذربایجانی ها و ترک ها در ترکیه نیز در قطار ترک تباران خارج از آسیای میانه محسوب میشن. بعد از هجوم عرب به آسیای میانه و آسیای جنوبی و جذب روزافزون جنگجویان ترک در اردوهای عرب و دولت‌های محلی ترک تباران قدرت گرفته و دولت‌های متعدد و پیهم خود را از بحیره اورال در شمال تا بحیره عرب در جنوب و از بنگال تا ترکیه امروزی ایجاد کردند. سلسله‌های غزنوی، مملوک، تغلق، سلجوقی، خوارزمشاهی، تیموری، شیبانی، بابوری یعنی مغلی هند، صفوی، جنیدی در بخارا، افشاری، زندیه، قاجار همه ترک تبار بودند. اولین دولت ترک تبار به نام گوک ترک در حوزه کوههای آلتای در مجاورت مغولستان، چین و روسیه می باشد که تا بحری اورال زمانی حکومت ایجاد شده بود، یعنی منطقی بسیار بزرگی را احتوا می کرد و این زمانی بود که در افغانستان سکه ها و یفتلی ها و همچنان در بخش از افغانستان ساسانی ها حکومت می کرد. اولین دولت های اسلامی در خراسان و آسیای میانه از مهارت رزمی، اسواری، تیراندازی و هنر جنگی ترک ها در اردوهای خود استفاده کرده و ترکان با آسانی دین اسلام را قبول کردند. غلامان ترک تبار در اردوهای طاهری، سفاری و سامانی به درجات قوماندانی رسیده، به چهره های با نفوذی ما بدل شدند.
از آن جمله است الپ تگین، سبک تگین و محمود غزنوی که در اصل از قوم اوغوز ترکمن بودند یا در غزنی مستقر شده و اولین دولت مقتدر با حاکمیت ترک تباران را در اواخر هزاره اول میلادی در زمین های جنوب هندوکش، آسیای میانه و ایران امروزی ایجاد کرده، سرآغاز مهاجرت های ترک تباران به جنوب آسیا گردیدند. متعاقب آنها این پروسه توسط سلجوقیان گسترش یافته تا آناتولیا یا ترکیه امروزی ادامه یافت و بعدها با ایجاد امپراتوری ترک تبار تیموری به مرکز سمرقند توسط امیر تیمور گرگانی و پسرش شاهرخ به مرکز هرات، نفوذ ترک تباران وسیع‌تر شده تا جایی که ترکیه امروزی در خرابه های امپراتوری بیزانس هم بایست یک کشور ترک تبار تولد میشه. تعداد زیاد ترک تباران و تاجیک ها، البته ایران باید بگیم که تعداد زیاد ترک تباران و تاجیک ها بعد از اشغال آسیای میانه و سقوط دولت های ترک تبار سمرقند و بخارا به دست روس های تزاری به ولایت شمالی ترکستان افغانی در شمال هندوکش مهاجرت کردند. ولایت ترکستان افغانی تا زمان نادرخان هم امی مناطق مزار شریف از قندوز گرفته تا طرف شرق به نام قطغن می گفتن و طرف جنوب به غرب زوره تا فاریاب به نام ترکستان افغانی می گفتن. در اینجا یعنی مهاجرت های زیاده از آسیای میانه به ولایت شمال افغانستان صورت گرفته. پدر من در سرحد اتحاد شوروی وقت در خمآب که دریای امو به طرف شمال میره، به طرف ترکمنستان میره، کمیسار سرحدی بود وقتی که ما در مکتب ابتدایه بودیم یا و اونجا ما یک آشپز داشت پدر من که نامش دولت بود و ای بر ما شبای زمستان قصه میکرد، میگفت که قصه خود میکرد چطو بعد از اینکه بلشویکا آسیای میانه را گرفتن یا سر مشکا ای با اقوام خود از سر دریای آمو تیر شدن و به افغانستان آمدن و در اینجا دولت بلزیا زمین داد. همچنان قسمی گفتم موج دوم مهاجرت ها از آسیای میانه توسط ترک تبارها و تاجیک ها بعد از انقلاب بلشویکی 1917 اکتبر در روسیه است که و همچنان در طول سالهای جنگ های باسمچی که زیاد ترک تبارها و تاجیک ها به افغانستان مهاجرت میکنند. حتی وقتی که من در اداره مرکزی احصای کار میکردم پسر پادشاه بخارا همراه من همکار بود در دفتر من در اداره مرکزی سایه. خب ترک تبارای افغانستان شامل کدام اقوام هستند؟ من یک لیست را میخوانم که در فیسبوک از طرف شورای ترک تباران افغانستان ای نشر شده و یک صفحه فیسبوک دارن شورای انسجام ترک تبارای افغانستان و نوشته کردن که غزنویان، بابریان، قبچاق، افشاریان، سلجوقیان، قرلق، تاتار، مغل، ساکایی، دولتخانی، تایمنی، آلبیگ، نکپی، قرغز، قزلباش، قزاق، سجانی، قوشنخانیان، بیات، نیماق، نکچی، گهگدای، دایمیرک، میرسده، جمشیدیان، تاهیریان، مروی، تیموریان، برلاس، ایلخانی، یفتلی، لغیان، قوزی، کاوی، آبکه، جغتایی، گرهی، کرملی، شیخلی، ارتبلاقی و ویغور همه اقوام ترک هستند که در افغانستان افراد از یا هستند بازی از یا. خب، اخیراً بشیر اوسترک در صفحه فیسبوک شورای ترک تباران در عکس العمل به اظهارات غلط پوتین و رحمانوف در مورد نفوس تاجیکان یک مقاله نشته کرده که اون نشته میکنه که ترک ها بیشتر از تاجیکان این وانش است.
و نشته میکنه که پوتین و رحمانوف از لایه های درون اجتماعی مردم افغانستان ناگاه و جاهلند. او می نویسد که سال هاست که خرسای قطبی پوتین میگه با سیاست های شوم و نامیمونشان در پی هویت زدایی و تقلب کاری هستند. در این اواخر پوتین و رحمانوف رئیس جمهور ازبکستان است. تاجیکستان است. در این اواخر پوتین و رحمانوف ناآگاه از لایه های درون اجتماعی مردم افغانستان گفته بود که 47% نفوس مردم افغانستان را تاجیکان قلم داد کرده بودند. این در حال است که آقای بشیر از ترک نشته میکنه، این در حالی است که 30% این ارقام را ترک های پارسیگو تشکیل میکنند. یعنی 30% تاجک های افغانستان آقای بشیر ازلق میگه که یا ترک هستند در اصل اما فارسی صحبت میکنند یا دری صحبت میکنند و از این خاطر این مردم فکر خیال میکنند که یا تاجک هستند در حال که یا ترک هستند. از این 47% که 30%ش ترکان پارسیگوی باشد ایره کم کنیم، پس میماند تاجیکا 17% مردم افغانستان. اما چرا اینها در پی حذف هویت ترکان پارسیگو هستند؟ تقلب کاری و جعل هویت قومی ترک تباران تا چه وقت؟ خب به همین گونه لایه های درون اجتماعی مردم ولایت بغلان را در تحقیق و ریسرچ زیر ببینید و بعد بر سایر ولایت افغانستان مقایسه کنید. او می نویسد که طوری که ایسایه و موقعیت جغرافیایی ولایت بغلان نشان می دهد، تقریبا 80% مردم بغلان ترک تبار هستند. بر شهر زیل هر ولسوالی یادم توضیح می کنه. ولسوالی دوشی، اقوام کایی ها، دوستی، خواجه زید، زارغه و گنده، سنگ، کرو که از اصل از ترکان سلجوقی هستند. ولسوالی خنجان، اقوام البک، دالغان، محب، نوکر، چاکر، آتش، الغو و گهگدایی که ترک هستند. به زبان ترکی صحبت، ببخشید، به زبان دری صحبت میکنن. یا 70% نفوسی ولسوالی خنجان نشان میده. ولسوالی اندراب، اقوام ابکه، سکایی، قوزی، دهله، جویکند، قرغولی و لرخابی ها که ترک هستند و پارسی گو و 65% نفوسی این ولسوالی ها تشکیل میده. ولسوالی تاله و برفک، اقوام کرمیلی، علمجم، علیجم که ترک هستند و 95% مردم این ولسوالی رو تشکیل میتن که اما متاسفانه یا به هر صورت یا فارسی گوی هستند یا دری زبان. ولسوالی خوست و فرنگ، در این ولسوالی تمام اقوام به دو نام یاد میشوند، ترک و تاجیک که ترک ها 80% نفوس رو تشکیل میده و تاجیک های نسوالی نیست از طایفه بیگ ها و کایی ترک هستند که خودشون از ترک بودنشون خبر ندارند. ولسوالی نهرین، اقوام گوهگدای، کوکدای هم گفته میشه، کاکدای هم گفته میشه، قوزی، قرغولی، طول، سنجانی، سجانی، جویکن، دهله، درعی و اوسیرنه که ترک هستند و دریگو و 80% نفوسی ولسوالی تشکیل میده. خب با وجود که صنعت قالین و گلیم محصول زحمت ترکتباران افغانستان است، اما متاسفانه ترکتبارا یکی از محرومترین و عقب مانده ترین اقوام افغانستان از لحاظ اقتصادی و فرهنگی به شمار می روند. بنوشته نقیب الله عبید، عمدترین دلیل عقب ماندگی و محرومیت این قوم بزرگ را در نبود ظرفیت های سیاسی نمایندگان سیاسیشان با جستجو کرد و در سیاست های تبعیض‌آمیز دولت مرکزی افغانستان. به طور مثال او مثال میگه که در استخدام کارکنان دولتی سهم این ملت کمتر از 2% است و آنها هم در پایین‌ترین بستها. او مثال میگه که از 120 ریاست وزارت مالیه که یکی از آن هم از قوم ترک‌تبار نیست، وزارت هایی که تشکیلات مرکزیشان بیشتر از 500 است، 10 ترک‌تبار را هم نمیتوند
که در اونجا کار کنن. تقریبا نیم فیصد بست های یک دو سه را ترک تبار ها تشکیل میدن. این خود نیز بیانگر سیاست های تبعیض آمیز دولت مرکزی و نبود ظرفیت سیاسی و کدری در رهبری و نمایندگان سیاسی ترکا می باشد. نقیب الله عبید ایل در پتانسیل ملی و بینالمللی ترک تباران در نوشته است که در سال 1395 این نشر شده. البته ما چیزی که من شخصا به خاطر دارم از چهره های معروف ازبک ها در زمان حکومت های شاهی و جمهوری داوود خان اسم محمد خان جلالر که وزیر مالیه بود و وزیر پلان بود سالهای سال وزیر ما بود در وزارت پلان و همچنان غلام محمد ییلاقی که استاد در پانزده اقتصاد بود زمانی که من در پانزده اقتصاد درس میخواندم ای اسیستان بود و بعدا رئیس بانک صادرات افغانستان شد. این دو نام به یاد من میاد. البته بعضای دیگه هم بودن از اقوام ترک تبار که فعلا نامشون به یاد ندارم. فکر میکنم یک وزیر دیگه هم در زمان داوود خان وزیر بود، شاید هم وزیر معدن صنایع بود که میاد نامش از یاد من رفته. ترک تباران افغانستان نقش مهمی در تاریخ باستان این سرزمین و حوادث 40 سال اخیر بازی کردند. از سلسله های باستانی ترک تباران قبلا گفتیم که غزنویان، تیموریان، هرات و دولت بابری کابل هم میتونیم یاد آوریم. اما در این گذشته تا نزدیک در حوادث سیاسی و نظامی 40 سال اخیر از نقش برجسته جنرال عبدالرشید دوستم و هم قطارای او در تنظیم جنبش ملی هم میتوان یادآوری کرد. ظهور دوستم اول در حمایت از دکتر نجیب الله، بعد در سقوط او متعاقبا سهم او و میلیشه های مشهور او که مشهور به گلمجم بودن در جامعه و سهم از او در جنگ های تنظیمی، سهم از او در ایجاد حکومت خودمختار در صورت حکومت خودمختار در صفات شمال افغانستان که در سالهای 1992 تا 1996 در همکاری با در شمال افغانستان یا حکومت میکردن و همچنان همکاری با امریکایی ها در ختم حاکمیت طالبان در شمال کشور در ائتلاف با عطا محمد نور و محمد محقق که شهر مزار شریف از دست طالبا دوباره پس گرفتن در سال 2001، داخل سال 2001 و شمال کشور دوباره بین خود به اصطلاح مشترکن با عطا محمد نور و محمد محقق یا اداره میکردن و این نقش دوستان بخصوص بعد از اینکه دوستم در دوره اول ریاست جمهوری اشرف غنی به اسم معاون اول ریاست جمهوری موظف شد، انتخاب شد، این نقش سیاسی ترک تبارا را بسیار ارتقا داد و نفوذ ترک تبارا در سیاست های بزرگ افغانستان، در سیاست های دولت مرکزی افغانستان فوق العاده ارتقا داد. اما متاسفانه این نقش به عوض آن که جنبش ملی را، یعنی جنبش ملی هم حزب تنظیم است که دوستم ساخته بود در از ترک تبارا در شمال، به عوض که این جنبش ملی را به یک نیروی انسجام دهنده سیاسی و اجتماعی اقوام ترک تبار کشور مبدل کند، سبب ارتقای سطح زندگی و رفاه ترک تباران گردد، به عوض از این به بزرگ نمودن کش شخصیت دوستم و زراندوزی شخصی و فامیلی او محدود شد و متاسفانه فرصت های تاریخی از دست قوم ترک تبار کشور خارج شد. اگر دمی طول 40 سال گذشته به عوض دوستم یک شخص بسیار ملی می بود، می تونست به مراتب بیشتر به قوم خود خدمت کنه و یک فعلا یک حزب امی
جنبش شمولی به از حزب قوی ترتبار در جامعه موجود می بود که کسی نمی تانست که او را نادیده بگیره. یک دهه مبارزه او و دستاوردهای که نصیبش شد به گر این نکته است که محرومیت ها نباید سبب دست کشیدن از کار شود و محرومیت ها نباید مانع خیال های بزرگ شود. دکتر عظیم خنجانی رهبر شورای انسجام ترک‌های افغانستان برای درج هویت ترک‌ها در تذکره‌های الکترونیک بسیار زحمت کشید و در نتیجه پیروز شد و هویت ترک رسماً درج تذکره‌های الکترونیک افغانستان گردید که من به خاطر دارم بسیاری رهبرای شورای نظار مخالفت می‌کردند که نباید دیگه اقوام شامل تذکره های الکترونیک کرد. خب ای آقا نشته میکنه که افغانستان امروز یادگار مدنیت و تمدن نیاکان ما ترکاست. قلعه بست در هلمند، چهل زینه در قندار، بازار سرپوشیدی قندار، ارگ هرات، بالایسار کابل و منار جام غور، منارهای غزنی و باغهای سلطنتی غزنی، باغ بابر و شهر جلال آباد، دنیرار یادگار جلال الدین محمد اکبر و گنجینه باختر در جوزجان نماد مدنیت و تمدن ترک تبارهای افغانستان است. و اون نشته میکنه که اکنون بر ما ترک هاست تا بیشتر از بیش در پرتو دین اسلام از این جغرافیا و ارزش‌هایش حراست و پاسداری کنیم. دوستای محترم، صحبت‌های ما در اینجا ختم شد. من این را باز میکنم برای سوال، اگر کسی سوالایی داشته باشن. دوستای محترم خوشحال میشم.